فصل 12. نیروهای پیشران مسیر سناریوهای شما را تغییر خواهند داد. مفهوم. سناریوهای شما توسط نیروهای پیشران زندگی و جهان اطرافتان هدایت می شوند. ماتریس دو محوری ابزار موثری برای تحلیل نیروهای پیشران و نشان دادن نحوه ارتباط آنها با هم است. در این فصل شما در پی مدیریت آینده تان هستید. در واقع آنچه مدیریت می کنید نگاه شما از آینده تان خواهد بود، اما خواهید دید که چگونه تغییر در نیروهای زندگی شما می تواند آینده تان را تغییر دهد. درک اینکه چگونه یک دسته از نیروهای موجود در زندگی می توانند نیروهای دیگر را تحت تاثیر قرار دهند تا سبب تغییر در زندگی شوند، ممکن است این حس را به شما دهد که در قبال آینده تان صاحب قدرت هستید. این حس خوبی است، چون الهام بخش شما در یادگیری این ابزار خواهد شد. برای دیگر سناریوهایتان با همان اطلاعات کاربرگی پیش خواهید رفت که برای سناریوی استمرار زمان حال ساختید، زیرا این اطلاعات پایه در همه سناریوهای شما یکسان خواهد بود و تفاوت‌های بین سناریوهای شما در نیروی پیشران زندگیتان هست، هم نیروهای درونی و هم بیرونی. چند ثانیه به آن فکر کنید. یک بار دریافتید رویدادهای پر اثر، پر احتمال در 10 سال آینده زندگیتان چه هستند. صرف نظر از اینکه چه چیز دیگری اتفاق بیفتد، اینها پر احتمال هستند. خواه حرفتان سر به فلک کشیدن یا افتادن در چاه باشد، رویدادهای پر اثر هنوز رویدادهایی هستند که باید برای برخورد با آنها آماده شوید. برخی از رویدادهای مورد انتظار شاید اتفاق نیفتند. برای مثال ازدواج و فرزند اول، هر دو رویدادهای رایج طی 20 سالگی فرد هستند. با این حال نیروهای زندگی شما یا جهان ممکن است باعث شوند ازدواج یا فرزند به تأخیر بیفتند. اگر یک یا هر دوی این رویدادها عقب بیفتند، بر مرحله بعدی زندگی شما تأثیر خواهند گذاشت. ممکن است هیچ کدام در جوانی رخ ندهند یا هیچ کدام به هیچ وجه رخ ندهند. سایر رخدادها نیز می توانند با نیروهای زندگیتان تغییر کنند. در این فصل در حوزه‌های فردی، نیروهای درونی و همچنین نیروهای بیرونی یا نیروهای استیپ کاوش خواهید کرد. برای مثال‌هایمان به استفاده از کاربرگ‌های پرشده جان، دانشجوی 20 ساله که به حرفه‌ای در نویسندگی یا چاپ اشتیاق دارد، ادامه می‌دهیم. سناریوی مثبت. ابتدا سناریوی مثبتتان را خواهید ساخت. همان سناریوی استمرار زمان حال است. پس با افزودن اطلاعاتی در خصوص حوزه‌های فردیتان، به سادگی آن را به سناریوی مثبت تبدیل خواهید کرد. به برون‌یابی هایی که برای هر یک از حوزه‌های فردیتان در فصل سوم مطرح کردیم دوباره بیاندیشید. برای هر حوزه یک برون‌یابی مثبت بهترین باورپذیر و یک برون‌یابی منفی بدترین باورپذیر انجام دادید. این مثال شاید کمی مبهم به نظر برسد، اما یک دوره 10 ساله را می‌کاوَد. پس هنوز در محدوده آینده‌های باورپذیر اما مثبت کار می‌کنیم. زمانی که فرضیه‌های مربوط به حوزه‌های فردیتان را به رویدادهایی که منتظر وقوعشان طی 10 سال آینده هستید اضافه کردید، راحت می‌توانید ببینید که چگونه فرضیه‌های مثبت ماهیت سناریو را تغییر می‌دهند. حال به نیروهای بیرونی که ممکن است زندگیتان را طی 10 سال آینده تحت تأثیر قرار دهند بنگرید. از قالبی مشابه آنچه در حوزه‌های فردی داشتید استفاده کنید. برای هر دست از نیروها خوشبینانه‌ترین نظر را انتخاب کنید. از بین برآوردها، رونق اقتصادی جهانی طی 10 سال آینده ممکن است تأثیر مستقیمی بر آینده جان داشته باشد، زیرا به طور مستقیم بر فرصت‌های کسب و کار و مالی تأثیر می‌گذارد. می‌توانید به نسبت برآوردهای جان را با زندگی خودتان مقایسه کنید، زیرا این برآوردها شاید به زندگی شما ربط داشته باشند. پیشرفت‌های تکنولوژیکی ممکن است بر شما و ذی‌نفعانتان، بر همه آنها، خانواده، دوستان، همکاران و سازمان‌ها تأثیر مستقیمی داشته باشد. بر اساس این برآوردها، تأثیر سایر دسته‌ها ممکن است غیر مستقیم‌تر باشد. احتمال دارد از قبل بتوانید ببینید که این سناریوهای مثبت چگونه از کار در خواهد آمد. خوشبینانه اما در محدوده باورپذیرها خواهد بود. زمانی که سناریوی خود را طراحی می‌کنید، از خود مرتب بپرسید که 10 سال آینده چه چیز به همراه خواهد آورد. اما پاسخ‌ها را در محدوده باورپذیر بودن نگه دارید. خیال پردازی کنید، تصور کنید، خلاق باشید، اما در محدوده آنچه انتظار دارید طی 10 سال آینده در زندگیتان رخ دهد بمانید. این را در ذهن داشته باشید و ماتریس دو محوری را مشاهده کنید که دو نیروی کلیدی در زندگی را به تصویر کشیده است. حرفه در حوزه فعالیت و زندگی خانوادگی در حوزه اجتماعی. نمودار ماتریس داستانی متفاوت را در هر ربع نشان می‌دهد. داستان‌ها خیلی کوتاه است، اما هر کدام می‌تواند نقطه آغازی برای سناریوی باورپذیر باشد. در اینجا بهترین نتیجه در ربع بالا سمت راست یافت می‌شود که داستان شما برای سناریوی مثبتتان است. حرفه‌ای عالی، زندگی خانوادگی عالی. سناریوی منفی. برای سناریوی منفی از همان اطلاعات پایه‌ای دو سناریوی اول استفاده کنید، اما اکنون برآوردهای حوزه‌های فردی بر اساس برآوردهای بدترین باورپذیر خواهد بود. فرضیه‌های منفی را برای جهان و جامعه اطرافتان اضافه کنید و اگر به واقع این سناریو رخ دهد، جان 20 ساله با آینده‌ای به طور کامل چالشی می‌نگرد. به این ترتیب دلیل اینکه 4 سناریو خلق می‌کنید
نشان داده می شود. در سه سناریوی اول اطراف آینده مرزهایی قرار می دهید. یک سناریو خواهید داشت که زمان حال را تا آینده ادامه می دهد بدون هیچ تغییر عمده ای. سناریوی دوم بهترین آینده باورپذیر مرز بالا و سومین سناریو بدترین آینده باورپذیر مرز پایین را توصیف می کند. سناریوی چهارم شما غیر منتظره خارج از مرزها خواهد بود. غیر منتظره. برای سناریوی غیر منتظره باورپذیر بودن را فراموش کنید. حال درباره آنچه می تواند در زندگیتان طی 10 سال آینده ممکن باشد صحبت می کنیم. می توانید نسخه های متعددی از سناریوی غیر منتظره بسازید و ایده خوبی است که بیشتر از یک یا دو سناریو داشته باشید. کاربگ غیر منتظره جان رویدادهای پراثر و کم احتمالی که شاید قبل از 30 سالگی سال هدف جان در هر حوزه فردی رخ دهد نشان می دهد. هر کدام تاثیر زیادی دارند اما خیلی احتمال ندارد هیچ چیز اتفاق بیفتد. آنها فضای برای تفکر فراهم می کنند. تفکر درباره آینده‌ای که انتظار ندارید رخ دهد اما می تواند رخ دهد. حال که به فراتر از آینده‌های باورپذیر می‌نگرید، آینده‌های ممکن شما چه هستند؟ آیا یک شهاب سنگ به زمین اصابت خواهد کرد؟ آیا افزایش دمای زمین تبدیل به سرد شدن و شروع عصر یخبندان جدیدی خواهد شد؟ آیا مردم سالم‌تر شده و تا 150 تا 200 سالگی یا بیشتر زندگی خواهند کرد؟ آیا شما قادر خواهید بود تا ابد درون یک کامپیوتر زندگی کنید؟ همه اینها آینده‌های ممکن توسط انسان‌های مطلع پیشنهاد شدند. در واقع آینده‌های ممکن مثل ستارگان غیرقابل شمارش هستند. برخی از مردم رویکرد خوشخیالانه به غیرمنتظره اختیار کردند. آنها به راحتی این رویدادها را نادیده می‌گیرند زیرا نمی‌توانند از پس یک آینده نامحدود برآیند. چگونه برای آینده‌های ممکن مرز قرار می‌دهید؟ با یک آینده ممکن که بر شما تاثیر می‌گذارد شروع کنید. به احتمالات وزن بدهید. تعریف ما از غیرمنتظره‌ها شامل عبارت کم احتمال می‌شود. چقدر کم است؟ بیشتر اشاره کردم که یکی از غیرمنتظره‌های فردی من طوفان است. من باور دارم که طوفان می‌تواند مرا یک روز تا 20-25 سال دیگر اینجا در تگزاس جنوبی پیدا کند. یعنی 4-5% ریسک وجود دارد. احتمال وقوعش کم اما بسیار بیشتر از احتمال اصابت شهاب سنگ است. آینده پژوهان عجایب را در نظر می‌گیرند اما گوش به زنگ نشانه‌های تغییر در جهان نیز هستند. گاهی اوقات وسوسه می‌شوید که یک رویداد را انتخاب کنید و یک سناریو بر طبق آن بسازید. اشکالی هم ندارد اما رویدادها و نیروها گرایش دارند که بر هم تاثیر بگذارند. یک نیرو شاید دیگری را تسریع ببخشد همانطور که باد آتش را، در حالی که نیروی دیگر مثل باران آتش را آرام و خفه می‌کند. آینده پژوهان اغلب نیروهای مختلف را در مقابل یکدیگر آزمون می‌کنند تا ببینند چگونه نیروها بر هم اثر متقابل دارند. سناریوی آرمانی. سناریوی آرمانی مثل سایر سناریوها منحصر به فرد است و بر روی پس زمینه مشابه با رویدادهای پر اثر تنظیم می شود. اما در این سناریو انتخاب و تشخیص مهم است. توجه داشته باشید که جان تنها دو داده برای سناریوی آرمانی ایجاد کرده است. همین دو داده کافی است. پرفروشترین کتاب را بنویس هدف بزرگی برای یک فرد 20 سال است و این هدف فوق‌العاده بزرگ می تواند یک نیرو در زندگی فرد شود. هدف دستیابی به استقلال مالی تا سن 30 سالگی نیز بزرگ است. هر دو هدف کم احتمال هستند اما دیگران به همین اهداف در 20 سالگیشان رسیدند. هر دو هدف بسیار تاثیرگذارند و زندگی جان را تغییر خواهند داد. به این اهداف از جهت متفاوتی نگاه کنید و از ابزار سنتی آینده پژوهان ماتریس دو محوری استفاده کنید. می توانید ببینید که داستانی درباره آینده جان در هر یک از چهار ربع وجود دارد. یک فرض وجود دارد که جان کتاب‌هایی خواهد نوشت اما میزان موفقیتش ممکن است متفاوت باشد. ربع بالا سمت راست آینده مورد پسند جان را در خود جای داده و این داستانی است که سناریوی آرمانی جان خواهد شد. اکنون شما نمونه‌هایی از 5 نوع سناریوی مختلف دارید که می توانید از آنها به عنوان مدل‌هایی استفاده کنید تا زمانی که سناریوی خود را می‌سازید راهنمای شما باشند. استمرار سناریوی کنونی، بهترین سناریوی باورپذیر مثبت، بدترین سناریوی باورپذیر منفی، سناریوی غیرمنتظره، سناریوی آرمانی. با کمک این مدل‌ها به عنوان نقطه شروع از ماتریس دو محوری استفاده کنید تا هر دو نیروی را که می‌توانید تصور کنید با هم روبرو کنید. هنگامی که این فرایند را تمرین می‌کنید، متوجه خواهید شد که این ماتریس ابزار بسیار قدرتمندی است. نمونه‌هایی از کاربرد ماتریس دو محوری. در اینجا اطلاعات بیشتری درباره ماتریس دو محوری با دو مثال دیگر ارائه شده است. اولین مثال به کمی دورتر در آینده تان می‌نگرد تا بازنشستگی را بکاود. این نمودار دو نیروی را که در آینده اغلب مردم مشترک هستند نشان می‌دهد. بازنشستگی و زندگی خانوادگی. سطوح رضایت را در این دو ناحیه نشان می‌دهد. در این نمودار چهار توصیف از زندگی را در آن دو حوزه می‌بینید. در اینجا بازنشستگی را دارید که نماد حوزه فعالیت است چون از اواسط 60 سالگی به بعد پتانسیل بازنشستگی در زندگی بیشتر مردم وجود دارد. محور دیگر زندگی خانوادگی است که نیروی پیشرانی در حوزه اجتماعی می باشد. در ربع بالا سمت چپ زندگی خانوادگی خیلی خوب است اما بازنشستگی رضایت بخش نیست. توجه کنید که این نواحی دلیل هیچ چیز را توضیح نمی دهند زیرا فرد خالق آن تعاریف را وارد طرح می کند.
از شما باید برای خودتان تعریف کنید حرفه‌ای که رضایت بخش نیست یا یک زندگی خانوادگی عالی به واقع به چه معناست. بازنشستگی چگونه میتواند رضایت بخش نباشد؟ پژوهش من امکانهای بسیاری را پیشنهاد میکند، اما اول میخواهم اشاره کنم که بسیار از افراد در پژوهش من از این مرحله زندگیشان بسیار خوشحال بودند، قانع شده بودند که در مجموع این بهترین مرحله بوده است. از سوی دیگر بعضی از مردم وقتی فهمیدن زمانی که کار را متوقف کردند نقششان در زندگی هویت حرفه‌شان را نیز پشت سر گذاشتند شگفت زده شدند. برخی از تازه بازنشسته شدگان برنامه‌ریزی کردند که زیاد گلف بازی کنند، اما برای چیز دیگری برنامه نداشتند، پس شروع به ایجاد علایق جدیدی کردند. تعدادی از افراد، اغلب زنان، اکنون پرستار شوهران ناتوانشان بودند و برخی بازنشستگان به اندازه کافی پول پسنداز نکرده بودند تا راحت زندگی کنند. بسیاری از این افراد تنها به طور جدی به بازنشستگی فکر نکرده بودند و نفهمیده بودند که زندگیشان تغییر خواهد کرد. نکته مهم در اینجا این است که ارزش واقعی در برنامه‌ریزی برای کل بازنشستگیتان است، نه فقط بازنشستگی مالیتان. به اینکه می‌خواهید در بازنشستگی چه کاری انجام دهید که شما را مشغول نگه دارد و به زندگیتان هدف بدهد فکر کنید. حتی ممکن است به شغل دوم بیاندیشید، به ویژه اگر نشانه‌هایی ببینید از اینکه می‌توانید عمر طولانی داشته باشید. در متوسه بعدی، حرفه یک بُعد و مال بُعد دیگر است. به این ترتیب دید متفاوت‌تری از نیروهای دخیل در زندگیتان به دست می‌آورید. این ماتریس حرفه مالی 4 موقعیت ممکن را به تصویر می‌کشد که می‌توانند در زندگی شما در هر سنی رخ دهند. در ربع پایین سمت راست می‌بینید که ممکن است یک حرفه خوب داشته باشید، حتی درآمد خوب و هنوز وضع مالی خوبی نداشته باشید. چگونه چنین چیزی ممکن است؟ زمانی که هر ماتریسی را مطالعه می‌کنید، این سوالی است که باید از خود بپرسید. با این حال امکان‌هایی وجود دارد. وضع مالی عالی حرفه‌ای که رضایت بخش نیست. می‌توان آن را پول عالی شغل افتضاح نامید. این شغل شاید خطرناک یا به شدت استرس‌زا یا دربردارنده همکاران ناخوشایند باشد، اما شما به خاطر پول آن می‌مانید. شغل عالی عدم رضایت از وضع مالی. وضع مالی می‌تواند به معنای پرداختی باشد، اما شاید نشان دهنده این نیز باشد که شما بیشتر از درآمدتان خرج کرده اید. ربع پایین سمت چپ شامل همه موارد بالاست. اینها فقط نمونه‌های کوچکی بودند، اما شما می توانید به بیشتر از اینها بیاندیشید. مهم این است که از خود بپرسید کدام مثال با آینده شما تناسب دارد. زمانی که با ماتریس کار می‌کنید، مرتب از خود سوالاتی بپرسید. شناخت این نیروها و انجام کمی برنامه‌ریزی واقع‌بینانه برای آینده می‌تواند در جلوگیری از چنین مشکلاتی به شما کمک کند. این مثال‌ها باید حس به نسبت خوبی به شما بدهد از اینکه چگونه ماتریس دو محوری کار می‌کند و چگونه می‌توانید از آن به عنوان یک ابزار استفاده کنید. یک هشدار در خصوص ماتریس دو محوری. این ماتریس ابزاری عالی برای ساخت و تصویرسازی مفاهیم است، اما نباید به عنوان ابزاری ریاضیاتی یا دقیق بنا شود. به خاطر کاری که خیلی خوب انجامش می‌دهد آن را بپذیرید، اما سعی نکنید ماتریس یا زندگیتان را دقیق کوک کنید. تفکر درباره آینده قرار است به شما کمک کند برای کیفیت زندگیتان برنامه‌ریزی کنید، نه زندگی را به یک برنامه سنجاق کنید. در این فصل سناریوهایی از همه اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده‌اید خلق خواهید کرد و آنها را به داستان‌های کوتاهی درباره آینده‌تان برمی‌گردانید.